زمانه، رادیو زمانه. روز یک شنبه 31 ماه جولای شب ادبی سمرقند در شهر آمستردام برگزار شد. این شب ادبی را کانونی رودکی، انجمن فرهنگی تاجیکان مقیم هلند با همراهی رادیو زمانه و کافه مزراب برگزار کردند. نجیب الله مسیر به نمایندگی از بنیاد رودکی این برنامه را آغاز کرد و گفت که کانونی رودکی تلاش دارد تا پول بین خط فارسی و خط سریلیک باشد و به تبادل ادبیات و افکار بین پارس زبانان آن سو و این سوی جیهون به وجود بیاورد. ابراز نظر بکنم که برای ما یاد استاد گرانقدر رحیم مسلمانیان خیلی ارزنده است. شبی ادبی سمرقند با یادی از شادروان رحیمی مسلمانیان قبادیانی شروع شد. پریسا رحیمی، نوه مرحوم مسلمانیان قبادیانی که در دانشگاه آزاد بروکسل در رشته پزشکی درس می‌خواند، در این مراسم حضور داشت و از پدر بزرگ خود و 10 سال دست و پنجه نرم کردن این دانشمند تاجیک با بیماری فراموشی گفت. رحیمی مسلمانیان، استاد ادبیات شناسی تاجیک، چند پیش در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان درگذشت. فعالیت‌های مرحوم مسلمانیان در محدوده کشوری تاجیکستان نبوده، بلکه ایشان در قلمرو زبان پارسی فعالیت داشتند و به هر سه کشور پارسی زبان به طور یکسان دل می‌سوزاندند و برای بهبود وضعیت فرهنگ می‌کوشیدند. و البته متوجه به تاجیکان در کشور چهارم ازبکستان نیز بودند. علی دهباشی سردبیر مجله بخارا نیز پیغامی کتبی خود را فرستاده بود که در آن آمده است: این مجلس باید در تهران، بخارا، دوشنبه، کابل، هرات و در گستره جغرافیای تاریخی زبان پارسی برگزار می شد، زیرا زنده یاد رحیم مسلمانیان قبادیانی دانشمندی بود که عمر خود را بر سر حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی گذاشت. کمتر کسی همچون دکتر قبادیانی می شناسیم که اینچنین خود را وقف فرهنگ و زبان پارسی کرده باشد. ما اگر امثال زنده یاد قبادیانی داشتیم، شاید به این روزگاری اسفناک مبتلا نمی شدیم. قبادیانی انسان فرهیخته‌ای بود که در تمامی سلول‌های وجودش عشق به زبان فارسی می جوشید. او در سالهایی که در ایران می زیست، علی‌رغم بی‌توجهی‌ها و بی‌مهری‌هایی که نسبت به او انجام شد، لحظه‌ای دست از کار نمی کشید. در این گرد همایی ادبی جمعی کوچکی از فارسی زبانان ساکنی هلند و اروپا حضور داشتند، چنان که برخی از آلمان و برخی از بلژیک در جمع حاضر شده بودند و 3 نویسنده فارسی زبان از کتابهایشان رونمایی کردند. ابتدا همیرا نکهت دستگیرزاده کتاب جدید خود را رونمایی کرد. خانم دستگیرزاده تا به حال 10 مجموعه کتاب منتشر کردند، اما در این شب 11 مجموعه اشعار خود را به نام در مفصل دروغ و دعا معرفی کردند که تازگی در کابل به چاپ رسیده است. اشعار او که بیشتر نشان از واکنش‌های او به رویدادهای اجتماعی و بیدادگری‌های افرادگرایان در افغانستان دارد، آینه‌ای از تاریخ و جامعه این کشور است. می‌تپد در نگاه من حس خبر تند موج می‌آید، می‌نشینم به دیده دریا، چشم دریا سوار را دیدی؟ موج در موج تند می‌رانم، لحجه مست آب را مانم، کروانم ولی خروشانم، تو که خود آبشار را دیدی، پرم از لحظه‌های پیدایی، پر پروازهای دریایی، پرم از بی‌زمانی فردا، تو زمان فرار را دیدی.
سپس شهادت اولوغ نویسنده ازبکستانی مقیم هلند و زاده شهر تاجیکنشین نور عطا از رمان حماسه های جیهون خواند. این رمان سالی گذشته در جشنواره کتاب آسیای میانه در لندن جای اول را به دست آورده بود و قرار است به زودی به زبان انگلیسی ترجمه و در بازار جهانی کتاب عرضه بشود. این رمان از دورانی پادشاهی خوارزمشاهیان و شکست سلاله آنها در نبرد با مغلها سخن می گوید. خانم اولوغ پاره از ترجمه تاجیکی این رمان را نیز در کنار بخشهای از متن اصلی خواند. بسیاری از فرهیختگان ازبکستان با زبان پارسی آشنایند. صدای پرتغیان زمیرش را وفچی نر ترجمه کنند. اگر بدونی اخده قد داشتی به 18,000 عالم بسنده بود. ماورا اون نهر سخته بلنگار اکن چی خیل قد راست نماید این سرزمین. صدای سینام و شمشیرهای خونچکان، سرهای استم چدو و خاک خاکستر افتان. در آخرین بخش برنامه دانگل نظروا دفتر خاطرات خود را با عنوان خاطرات مادری از سمرقند رونمایی کرد و گوشه هایی از آن را خواند. دانگل نظروا اولین مادر تاجیک است که از رسم و عادات ضد زن در آسیای میانه بدون خودسانسوری می نویسد. او گفت که دو دفتر از خاطرات او در این کتاب به چاپ رسیده است و هنوز چند دفتر خاطرات دیگر نیز نوشته است و همچنان به نوشتن ادامه می دهد. او مادران را تشویق به نوشتن کرد و گفت که نوشتن بار غم و ارمانهای آنها را سبوک خواهد کرد و حرف آنها نیز شنیده خواهد شد. من خیلی زیبا شده بودم. دلم از شب می تپید. در بیرون سر و صدای مهمان ها بلند بود. همه آمده استوده بودن. یک وقت داماد به نخانه در آمده شرف رو از سرم گرفته به من نگاه کرد و با آنها با روسی علت کرده چیزی گفت. زنی روز هم با او ناراحت چیزی گفت و من با چشمانی خمگین نگاه کرد و از در بر آمده رفت. در بخش تنفس برنامه مهمانان به صرف آش پلاوی بخارایی دعوت شدند که محفوظه روزیوا و غفار ستاروف مدیر اجرایی کانون رودکی تدارک دیده بودند. در این شب همینطور موسیقی ایرانی در اجرای کروش و آزتا قوامی و ترانه های مردمی سمرقند در اجرای دانگل نظروا شنیده شد. دانگل نظروا همانطور که در خاطرات خود آورده از ترانه خانان سمرقند برای عروسی است و بوی جوی مولیان غزل معروف رودکی را به دایره سمرقندی به همراه ترانه از شادباش های عروسانه خواند. بسیاری از مراسم عروسی در ایام جوانی او بدون موسیقی و دایره برگزار شده است و او برای جبران این بیرونقی تصمیم گرفته است در عروسی‌های بی موسیقی بنوازد و بخواند.